سیومین روز بهمن ماه برابر با 19 فوریه سال 851 خورشیدی برابر با 1473 میلادی، زادروز نیکولا کوپرنیک، منجم و ریاضیدان لهستانی که در دانشگاه‌های ایتالیا به فراگیری پزشکی و نجوم پرداخت و پس از آن به تدریس ریاضی روی آورد. کوپرنیک در طی سال‌های بعد و پس از انجام مطالعات نجومی اعلام کرد که خورشید در مرکز عالم است و زمین به همراه سیارات دیگر به دور خورشید می‌چرخند. او با این عمل تئوری بطلمیوسی افلاک را که مورد قبول کلیسا بود و زمین را در مرکز عالم قرار می‌داد باطل می‌کرد و در این صورت در مقابل کلیسا قرار می‌گرفت. اما کوپرنیک برای اینکه به زندگی آرام خود ضربه‌ای وارد نکند، 40 سال تمام از انتشار افکار و عقاید خود صرف نظر کرد، ولی در نهایت در اواخر عمر پروتستان ها کتاب او به نام درباره اجسام آسمانی را منتشر کرده و نسخه ای از آن را به کوپرنیک که در بستر مرگ بود نشان دادند. سال 1330 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، در گذشت کنو تامسون، نویسنده نروژی که از 24 سالگی حرفه اصلی خود را نویسندگی قرار داد و به تدریج آثاری را منتشر کرد که او را در جهان ادب ممتاز نمود. تامسون طی دو سفر به آمریکا نظری انتقادی و تحقیرآمیز به این سرزمین پیدا کرد که در کتابش با عنوان زندگی معنوی عصر جدید آمریکایی مطرح ساخت. این اثر از یک سو مورد توجه محافل ادبی و از سوی دیگر باعث بحث‌های فراوانی گردید. با این حال دوران اوج کاری و شهرت همسان انتشار کتاب گرسنه بود که نقطه عطفی در ادبیات جهان به شمار می‌آمد. همسان پس از آن بیش از 20 رمان منتشر ساخت که بسیاری از آنها مورد استقبال وسیع بین المللی قرار گرفت و حتی موفق به اخذ جایزه ادبیات نوبل شد. سال 1375 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت دنگ شیاوپینگ، سیاستمدار و رهبر پیشین چین که پس از طی تحصیلات مقدماتی در 16 سالگی برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و با گرایش به افکار کمونیستی به حزب کمونیست فرانسه پیوست. پینگ پس از 5 سال به مسکو رفت و با مراجعت به چین در شمار هواداران ماو تسه‌تونگ رهبر کمونیست‌های چین قرار گرفت. پینگ در آغاز انقلاب فرهنگی چین دبیر اول حزب کمونیست این کشور بود و یکی از 5 رهبر اصلی چین به شمار می آمد. اما رهبران انقلاب فرهنگی در ابتدا دنگ شیائو را از مقامش معزول کردند و پس از دستگیری او را با کلاه بوغی در خیابانها گرداندند. وی چند سال در یکی از روستاها به حالت تبعید به کار پرداخت و پس از آن خدمتکار یک رستوران شد. با این حال دوستان وی تلاش زیادی برای اعاده حیثیت او به عمل آوردند تا اینکه بار دیگر به عنوان نخست وزیر چین معرفی شد. با مرگ ماو دنگ شیاوپینگ به مدت 12 سال عملا رهبر بلا منازع چین بود و با اینکه مقام عنوان رسمی نداشت، تمام مقامات رهبری در چین با تصویب و صلاح دید او تعیین می شدند.